بر بینندگان و احتمالا شنوندگان جرامی برنامه رنگین کمان امروز امروز ششم آذر برابر با 27 ماه نوامبر فرنگیست برنامه امروز من با شعری از سیاوش کسرایی شروع میکنم شعری بسیار معروف و بسیار بجا به خصوص پس از رویداد اخیر ایران و جانبازی و جانباختن هموطنان از ما برای رسیدن به آزادی و سرفرازی ایران هر شب ستاره ای به زمین می و باز این آسمان غمزده زده غرق ستاره هاست هر شب ستاره ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست اینجاست که آدم به یاد گفته که شادروان دکتر شاپور بختیار میفته که گفت و درست گفت و به جا گفت و ثابت شد که ایران هرگز نمی میرد. من هم به سهم خود به عنوان فرزند کوچکی ملت میگویم ملت ایران دوباره به پا زد و پویایی در جامعه وجود داره حرکتی در جامعه به وجود اومده در جهت عشق به ایران و رسیدن به آزادی و استقلال که میشه دید میشه احساس داد و بهش امید واس و امیدوار بود من در اینجا لازم میدانم که درود بی پایان خودم و به تمام جان باختگان روزهای اخیر شیرزنان دلاوران بیان کنم و به خانواده های آنها تسلیت بگم و یادآوری بکنم که به هر حال دست طبیعت نیروی مردم هرچی اسمشو بذاریم انتقام خون بناحق ریخته آنها را از ستمگران، جباران و ضد ایرانیان ضد بشر خواهد گرفت. در مورد این رویدادها بحث‌های مختلفی هست، ادعاهایی هست، سردمداران نظام که دست به کشدار مردم بیگناه و آزادی خواه ادعاهای ادعاهایی کردن که همه بیجا و غیر منطقی و غیر اصولی است اینکه اشرار در صحنه اومدن در تظاهرات شرکت کردن و اون بانک ها یا پمپی بنزین ها رو آتش زدن یا ساختمان های دولتی یا دفتر امام جمعه ها اینا اشرار بودن که البته اشرار فرق میکنه منش از نظر اونها اشرار کسایی هستند که خودشون دستور داده بودند که بیان به میدون با صورتهای پوشیده و این کارها رو بکنند که مبارزه و تظاهرات و گرده همایی مسالمت آمیز مردم رو رفت بدن به اشرار به قول خودشون و رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که ما با اشرار بدجوری رفتار خواهیم کرد مجازات خواهیم کرد تهدیدهای زیاد ولی من معتقدم که با اشرار هیچ کاری نخواهند کرد هیچ کاری نمی چرا برای اینکه اشرار خودشون بودن و به دستور خودشون این برنامه ها رو اجرا کردن اما سوال اصلی اینه که چرا چرا سردمداران نظام اسلامی جمهوری اسلامی استبداد مذهبی برای حفظ خودشون در رأس قدرت این همه جنایت میکنن این همه خونریزی میکنن زمین این که ادعا میکنن به دروغ البته ادعا میکنن نما، نماینده الله روی زمینن یا نماینده خدا روی زمینن به خودشون اجازه میدن برای باقی موندن در رس قدرت جان آفریدگان آفریده های اون آفریدگار رو خون آنها را بریزند و دست به کشتار اونها بزنن تمام این کارهایی که میکنن و خیلی جالب اینجا اشاره کنم که کسانی که چهل ساله که اخیرا داریم میشیم چهلیه سال اصرار دارن مردم ایران رو به زور و با شکنجه و با تهدید به بهشت ببرن عجیبه که آنچنان وحشت دارن که نباید خودشون برن به بهشت این چیزیه که خوشبختانه مردم ایران حتی کسانی که دورن از جریانات سیاسی و سخنرانی اینا متوجه شدن که چقدر دروغ میگن کسانی که میخوان مردم رو به زور به بهشت ببرن ولی خودشون اصرار دارن هر طوری شده به بهشت نرن اینجا لازم میدونم بگم که این اصرار به نرفتن به بهشت پافشاری در موندن در رس و قدرت بیشتر به خاطر سوء استفاده های مالی است البته اینم اضافه کنم که سوء استفاده مالی از قدرت در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره به ویژه در کشورهای استبدادی کشورهای دیکتاتوری حتی در کشورهای صاحب دموکراسی هم وجود داره که ما بارها مش... شاهد بودیم که بسیاری از مسئولین حتی زمامداران و به خاطر سوء استفاده مالی به دادگاه کشوندن در بسیاری از این کشورها ما در این چند سال شاهد بودیم ولی درصد با اون چه در ایران میذره قابل مقایسه نیست به دلیل وجود قانون و به دلیل وجود احساب سیاسی متفاوت و به دلیل وجود رسانه های آزاد، نشریات آزاد، روزامای آزاد این سوء استفاده ها برملا میشه و به دلیل وجود قانون و دستگاه قضایی مستقل اینها به دادگاه کشیده میشن و بیشتر تا اونجایی که من در فرانسه دیدم محکوم میشن اخیرا هم شهردار یکی از شهرک های حومه فرانسه به پنج سال زندان محکوم شد در صورت که کارهایی که در جهت آبادانی شهرک انجام داده بود مورد تایید مردم اون شهرک بود و هنوزم هست ولی دادگاه و دستگاه مستقل قضایی ایشون رو محاکمه کرد و به دلیل سوء استفاده مالی از موقعیتش ایشون رو محکوم کرد بنابراین همونطور که گفتم متاسفانه در دنیای ما سوء از قدرت برای کسب سوء استفاده مالی وجود داره ولی نسبتش با آنچه در سرزمین ما میذره نسبت به مسئولان قابل مقایسه نیست شری داریم که هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدال ده عبدال عمر بماند که اینو به تنز جوانای ما تبدیلش کردن هر کس که نداند و نداند که نداند در پست ریاست ابدال عمر بماند ولی واقعا چقدر ننگاوره برای کسایی که برای رسیدن برای سوء مالی جون انسان رو میگیرن اون هم انسان که برای آزادی طبیعی ترین حق مردم در تمام این سیاره زمین حق آزادیه جان جان هموطن ما رو که برای آزادی به میدون اومدن میگیرن به خاطر بقای خودشون در قدرت و سوء استفاده مالی و چقدر تاسف آور کسایی که امکانات مالی و دارایی رو بر شخصیت خودشون یعنی گرانبهاتر بهاتر داراییشون بر شخصیتشون و این گفته یکی از شاید فیلسوف زمان گذشته است عرستو که اینو میگه که بیچاره کسانی هم که دارایی هاشان از خودشان با ارزشتر است و من اضافه میکنم دارایی هایی که با خودشون هم نمیتونن به گور ببرند نمونه های زیادی در جمهوری اسلامی در این چهل سال دیدیم که چقدر سوء استفاده مالی کردن اندوختن و به خصوص در بانک های شیطان بزرگ شیطان های کوچیک سپرده سپردن ولی پس از مردنشون هیچ هیچ مقداری شغمی از این ما دارایی های سوی را با خودشون به گور نبردن ولی میخوام برگردم به این که این سوال مطرح طبیعتا در بین ایرانی های داخل و مطرح در خارج که ما بیشتر در تماسیم رسانه های مخالف جمهوری اسلامی بیشتر در خارج از کشورن اینه که آیا این خیزش این حرکت دلاورانه با این کشدار که اعلام کردن 134 تا یا 143 تا میتونه حدودن همه قدرش آیا با این کشدار و با این برخورد جنایتکاران سردمدار نظام و به خصوص زوب شدگان در ولایت که برای مقابله با هموطنانشون و حفظ دوزها در رس قدرت از روی پشت با ما به سوی مردم بیدفاع تیراندازی کردن آیا تموم شد این سوال مطرحه آیا تموم شد یا ادامه داره هر کسی طبیعتاً عدید خودش اظهار نظری میکنه ولی من اعتقادم که این خیزش تموم نشد تموم نمیشه و تا رسیدن پیروزی ادامه پیدا میکنه پیروزی پایانی و دلایلم هم, هم خواهم گفت یکی اینه که این حرکت مردم این خیزش این قیام مردمی با اون چه در گذشته روی داده و سردمداران نظام چه زمان خمینی چه زمان خامنی تونستن آروم کنن یا سرکوب کنن با همه اونها فرق داره یه موقعی تمام قدرتش رو در مقابل جبهه ملی گذاشته بود و به دلیل اینکه جبهه ملی دعوت کرده بود از مردم مردم تهران که در 25 خرداد سال 60 در میدان فردوسی گرد همایم و در مراکز اوسان ها در میدان های اصلی شهر آیت الله خمینی با وحشت از سر ترس ناگهان اعلام کرد که اینها این ملی ها آزادی ها، ها، ایران دوستان عاشقان ایران که البته ایشون نام نبود همه رو اینها مرتدن ولی خب اگر اون روز به هر حال این حرکت مردم که استقبال کردن در تهران و استانها و شهرهای بزرگ کشور اگر ناکامان دلیلش این بود که مردم ایران همه به میدون نیامده بودند ولی جمهوری اسلامی با تمام قدرتش اومده بود اگر در موارد دیگه تونستن موفق بشن و به ظاهر یا موقتا سرکوب کنند جنبشو باز به همین دلیل بود مثلا در انتخابات در انتخاباتی که مردم فریاد میکردن بعد از انتخابات بعد از اعلام نتیجه انتخابات که رأی من کو رأی من شد اینا شانس بزرگی آوردن گرچه شهردار تهران حالا این آمار کجا داشت به هر حال اعلام کرد که سه میلیون نفر در تهران به خیابون ها اومدن که طبیعی بود اون روز دیگه اثری از نظام جمهوری اسلامی باقی نمیموند ولی اونجا این شانس رو داشتن که نامزد شکست خورده انتخابات اولا مردم رو که میتونستن و توانایی رو داشتن که هر کاری در جهت رهایی و نجات کشور بکنن اینها رو به میدان شهیاد کشاند در نتیجه نجات و در نتیجه نظام و نجات داد من معتقدم که آقای خامنی و از سپاسگزار باشه از ایشون حالا چرا ایشونو بازداشت خانگی کرده نمیدونم ولی باید ممنون و متشکر باشه که این نیروی عظیم مردم به میدان شهریاد سابق که حالا بود اسم جدید گذاشتن کشوند و در اونجا هم خود همین آقا به مردم اعلام کرد که حضور ملیونی شما در خیابان ها به خاطر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است یعنی همون قانون اساسی که مردم در اعتراض او بیرون اومده بودند و بازگشت به دوران طلایی امام یعنی دوران تاریک تاریخ معاصر ایران بنابراین حضور میلیونی مردم و نه برای نجات و آزادی و استقلال و صرف سرفرازی ملت ایران بلکه برای دوران برگشت به دوران تاریک، تاریخ تاریخ معاصر ایران اعلام کرد و این وقت رو داشت جمهوری اسلامی یا سردمدارانش که در چه مردم ادامه دادن و شهید دادن ولی به هر روی موفق نشوند. این بار تفاوت بزرگی که داره با گذشته حتی در مورد افسران میهندوست و ملی ایران که تصمیم گرفته بودند کودتایی بکنن به, نام کودتای نقاب و مردم از دست اینا نجات بدن خب با شکست روبرو شد و اینها با تمام قدرت در مقابل افسران میهندوز و ملی و ایران خواه ارتش ما قرار گرفتن و طبیعی بود که موفق بشن که خب مسئله حمله صدام به ایران و جنگ میان عراق و ایران که آیت الله خمینی دقیقا اطلاع داشتن آغاز میشه و هرچی هم به ایشون گفتن که پافشاری نکنه که ارتش عراق بر ضد صدام به پا بخیزه ایشون اهمیت نداد انقدر پافشاری کرد و ادامه داد تا صدام برای حفظ خودش به ایران حمله کرد و اون جنگ هی ساله رو به وجود آورد که به وجود آمد در حقیقت که یک میلیون از دو طرف جان باختن و چقدر معلول رو دست حداقل کشور ما گذاشته شد بله این بار همونطور که گفتم فرق داره این بار با گران کردن بهای بنزین اونم به اندازه سه یا چهار برابر که طبیعتا کمتر از یک ماه اثرش رو روی تورم خواهد گذاشت و همه ما احتاج زندگی مردم دچار تورم خواهد شد گرون خواهد شد از ایران به هم گفتن گوج فرنگی اگر روز پیش دوازه هزار تومن بود بعد از این اعلام بنزین شد 15 هزار تومن بنابراین در همه جا اثر میذاره و این روی زندگی اکثریت مردم ایران روی زندگی نزدیک 80 درصد از مردم ایران که دچار فرق شدن و به گفته خود آخوندهای حاکم در حاکمیت صفرشون روز به روز خالی تر میشه طبیعیه که اثر میذاره و این بار سردمداران جمهوری اسلامی با تقریبا با اکثریت بزرگ مردم ایران طرفن به این دلیل که من معتقدم این خیزش پایان نخواهد یافت ادامه خواهد یافت و تا پیروزی نهایی و رسیدن به آزادی و استقلال که در مورد استقلال متاسفانه جمهوری اسلامی ادعا میکنه ما استقلال داریم به دروغ و بعضی از هموطنان ماسکرای ما به چه دلیل نمیدونم نه تنها قبول میکنن بلکه دامن میزنن دلیل میارن که اینا استقلال دارن که من در هفته آینده ای فرصت بشه خواهم گفت که اینا استقلال ندارن استقلال با شعار نیست استقلال با خود و ملاقات نکردن رئیس جمهور اسلامی با رئیس جمهور آمریکا دلیل این نیست که ما مستقلیم اگر دلیل این باشه که ما مستقلیم چون حسن فریدون با ترامپ ملاقات نکرده در آمریکا اگر ما مستقلیم باید همین آقای مارس ریاما صد بار پوتین و رئیس جمهور چین رو محکوم کنه که اینا وابستن و تابع آمریکان برای اینکه اینها این رئیس جمهورای با رئیس جمهور آمریکا دیدار و ملاقات کرده اینو من در برنامه هفته آینده صحبت میکنم ولی اینجا اشاره میکنم که یکی از دلایل امیدواری من حتی من میتونم بگم یقین من نه تنها امیدوارم بلکه یقین دارم به پیروزی ملی اینه که این جنبش این خیزش این حرکت دلاورانه مردم در سراسر ایران باعث شد که در درون بدنه نظام ترک ایجاد شده بسیاری از افراد نیروهای انتظامی و به ویژه نیروهای نظامی به این نتیجه رسیدن چرا ما باید به خاطر یک مشت آدم ضد بشر و ضد ایرانی و دزد و چپا و باید هموطنان اونو بکشیم این نوید بسیار بزرگی برای پیروزی نزدیک ما پیروزی آینده بسیار نزدیک ولی و میدونید حتی واکنش نشون دادن برخی از ایرانیان وطن دوست ملی در نیروی انتظامی نسبت به سردار سپاه ها واکنش نشون و حتی شنیده شده که بعضی از اینها هم به قتل رسوندن گویی که خودشون هم جان باختن در دفاع از مردم وطنشون دفاع از سرزمین مادریشون اما این فقط تنها نقطه امید نیست نقاط مختلف دیگه هم وجود داره که امیدوار کننده است یکیش مخالفت نمایندگان مجلس اسلامی است نمایندگانی که اینا چندین بار سرن کردن تا از این رد بشه و بیان به مجلس اینها به حال ایرانی با مردم زندگی میکنند، خانواده دارن خیش دارن دوست دارن جامعه رو می بینن اون روزی که اعلام کردن قیمت نفت افزایش پیدا کنه بلا درخواست تشکیل جلسه مجلس رو داشت که این بود که قیمت برگرده به صورت اول ولی با وحشتی که علی خامنی پیدا کرد از این واکنش مجلس و احتمالا خیزش گسترده تر مردم تحتیر کرد که اینو کارشناسا اعلام کردن و من تایید میکنم کارشناسا اعلام کردن سران سه قوه قبول کردن منم تایید میکنم اولا نگفت که نماینده امام نماینده به باشید نماینده الله روی زمین چطور نیاز داره که نظر کارشناسانه بدونه وقتی در همه جا صاحب نظر حتی میدونه خانواده های آمریکا هر کدوم 20 بچه دارن چطور اینجا نیاز به کارشناس بده کرد به هر حال خودش که وارد میدون کرد عوامل امنیتی و زلب در ولایت فقی نمایندگان مجلس و مجلس اسلامی رو تحتیر کردن که دست از خواستشون بردارن و اونها هم عقب نشینی کردن ولی به هر حال این عقب نشینی موقته و دیده شد که یکی از این نمایندگان استفا داد و از مجلس مصفی شد بنابراین یک نقطه که الان در مقابل اینها قرار گرفته همون مجلسیه که شورای نگهبان با اون همه تلاش و کوشش اینا رو صلاحیتشون رو تعیید کرده بود و مورد امیدوار کننده دیگه اینه که روحانیون خارج از حاکمیت به مخالفت با این نه تنها این تصمیم در مورد گرانی گرانی بنزین بلکه به طور کلی در مقابل اینا به پا خواستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی خواهی نخواهی رفتنیه ولی با رفتنش میتونه به مذهب شیعه که به هر حال از زمان صفوی مذهب رسمی ایرانه لطمه بزنه رو نشون میدن گرچه رسانه های گروهی و رادیو تلویزیون سعی میکنه پخش نکنه و دستور دادن روزنامه ننویسن ولی این در مجلس, های مجلس سخنرانیش در گفته هاشون دیده شده و بیان کردن به شدت از این روش و شیوه ضد بشری و ضد ایرانی سردمداران جمهوری اسلامی ناراضیان و اینو به زیان مذهب شیعه میدونن که بعد از تلاش های زیادی زمان آیت الله بروجردی بالاخره قبول کردن که دنیای تشعی قبول که شیعه یکی از مذاهب رسمی اسلام هست اونو دارن عبه میبرن و این مخالفت به جایی رسیده که مرجع تقلید شیعیان جهان آیت الله علی سیستانی هم بارها اعتراض کرده و مخالفت خودش رو با این شیوه با این آدم کشی با این جنایات اعلام کرده و مطلب دیگه این که متاسفانه زیانی که وجود یا بقای ادامه جمهوری اسلامی به ما ایرانی ها میزنه حالا به جای خود که به مذهب شیعه میزنه روحانیان خارج از حاکمیت به مخالفت برخواستن زیانی که به ما میزنه به دلیل جنایاتی که در خارج از ایران در بعضی از کشورها میکنه و یا تشویق میکنه زمامداران اون کشورها رو در سرکوب نظیر اون در عراق و احتمالا جاهای دیگه مردم اون کشورها رو که به پا خواستن و مخالف شیوه و رفتار جمهوری اسلامی و دولت های نسبت به اینا هستن اینها رو به جایی رسونده که مخالفت خودش رو به جای سردمداران جمهوری اسلامی بر ضد ایران بیان میکنن و این لطمه که به فرهنگ ما معنویت ما ایرانیت ما و محبوبیت ایران در جامعه جهانی به ویژه در منطقه میزنه امیدوارم فرصتی باشه در هفته آینده که در مورد بعضی از این چیزها که اشاره مورد مواردی که اشاره کردم سریع رد شدم بیشتر با هموطنانم گفتگو داشته باشم به خدای بزرگ میسپارمتون خدا نگهدار